ملا برادر خودشان در بالای اسکواتور ماشین فکر کنم بالا شدن و میخواین که خودشان افتتاحیه را انجام بدن با حضور رسانه های زیاده و همچنان تنها ملا برادر حضور ندارن بلکه عبدالسلام حنفی و دیگر مقامات برادر اسلامی همچنان در این افتتاحیه حضور. مکمل قسمت های شهر کابل که کمبود برق دارن از طریق می سب استیشن برشان برق رسانی میشه. ما که دغه پروژه است لدشت الوان موږ لاین کشی کوو دلته سب استیشن جوړی کی او بیا په کابل کې 15 استیشنونه نور دي. د دغه مجموعان یو سلو در اتیا میلیونه ډالر په مجموع کې مصارف او سرمایه ده. ای سبستیشن قبلا کار شده بود توسط یک شرکت قبلی، پس اونا بلگلیس شدن و دوباره کار زیره شرکت جی اس پی اس ان سی یعنی جی اس پی و شواب نیرو جی وی انجام میتنیم. بسیار عالی. دقیقا چه وقت پلان است بخواهی تکمیل شد؟ این پروژه قرار سر وقت میاد پروژه زیاد هست، اما قرار بایست که ما هرچی زودتر بتانیم این پروژه را ختم بکنیم. در خودن باید تایی دو سال پروژه کاملا به بهره بارداری سپرده شود. به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم، شب روز شما بخیر. امیدوارستم که جور صحتمند و سرفراز باشین. دوستان نهایت عزیز و میسمی هستم، امروز آمدیم به ولسوالی پغمان ارغنده. امروز افتتاحی 500 کیلووات برق در ایسا همه باشن. البته افتتاحی کار سبستیشن است که مقامات امارت اسلامی همچنان در اینجا حضور داره و با ملا برادر و همچنان عبدالسلام حنفی میخواین که خودشان امروز کار 500 کیلووات سبستیشن برق را در این ساحه افتتاح کنند که شاید به ساحات مختلف شهر کابل برق برسانند. خب من دقیقا معلومات ندارم از آغاز کار ای سبستیشن، اما میگن کار باقی مانده ای سبستیشن. معلومات بیشتر میگیریم از انجینر سایبا، ازشون پرسان میکنیم که دقیقا کارشون از چی وقت آغاز شده تا چی وقت ادامه خواهد داشت و پرسان میکنیم که ای سبستیشن که امروز ساخته خواهد شد به کدام ساحات برق را خواهد رساندن. اگر دوست دارین که بیننده باشین پس تا خیلی لحظات مرا همراه بشین. میخواهیم هم تا برم به طرف انجینیر سایبا صحبت های داشته باشم، صحبت های حرفا و همچنان از مقامات امارت اسلامی همچنان می داشته باشم. شما بیننده باشین و برنامه ما ادامه داره. برنامه است انجینیر صاحب که نرم ساده است صحبت های بیشتر میگیریم درباره افتتاحی امروز بر ما شما معلومات بدن. سلام علیکم انجینیر. سلام علیکم، چطور دار؟ خوب هستید؟ سلامتید؟ خوش آمدید به پروژه سبستیشن 500 کیلووات ارغنده. من اینجا فکر هستم مسئول صاحبی پروژه سبستیشن ارغنده. بسیار عالی. امروز 500 کیلو سبستیشن در اینجا افتتاحیش است، کی ها حضور داره؟ در این برنامه مقامات ارشد امارات اسلامی افغانستان از جمله حنفی صاحب، حاجی مولای صاحب، ملا برادر اینا حضور دارن، والی صاحب و بعضی وزیر صاحب هم در این برنامه حضور داره به خاطر افتتاحیه این سبستیشن. این سبستیشن دقیقاً کارش از چی وقت آغاز شده؟ کار تقریبا این سبستیشن قبلا کار شده بود توسط یک شرکت قبلی، پس اونا بلگلیس شدن و دوباره کار زیره شرکت جی اس پی اس ان سی یعنی جی اس پی و شواب نیرو جی وی انجام میتنیم. بسیار عالی. دقیقا چه وقت پلان است بخواهی تکمیل شد؟ این پروژه قرار سر وقت میاد پروژه زیاد هست، اما قرار بایست که ما هرچی زودتر بتانیم این پروژه را ختم بکنیم. در خودن باید تایی دو سال پروژه کاملا به بهره بارداری سپرده شود که از این پروژه 500 کیلووات پروژه بودخاک و پروژه ترخیل هم در اونجا برق میره و انرژیایز میشن. خب دوستای عزیز شما بینیده هستین که ملا برادر خودشان در بالای اسکواتور ماشین فکر کنم بالا شدن و میخواین که
خودشان افتتاحیه را انجام بتن با حضور رسانه های زیاده و همچنان تنها ملا برادر حضور ندارن، بلکه عبدالسلام حنفی و دیگر مقامات برادر اسلامی همچنان در این افتتاحیه حضور دارند که دقیقا 500 کیلووات سبستیشن در این جا که ولسوالی پغمان ارغندی است امروز افتتاحیه شده، که انجینیر صاحب گفتند که به تمام جاهای مختلف برق خواهد داشت. چقدر خوب است که برق بیاید افغانستان تا از مردم از کمبود برق شکایت نداشته باشند. شما بینیده باشین که خود ملا برادر بالای اسکواتور نشستن و افتتاح میکنن بخیر 500 کیلووات. شما مشاهده میکنین که ملا برادر در این افتتاحیه 500 کیلویی سبستیشن امروز در اینجا حضور داره و ما میخواهیم که تصویرش داشته باشیم. شما بیننده باشین رفتن به طرف محفل که امروز افتتاحیه است. مرج البحرین ینتقیان بینهما برزخ لا يبغيان. خوشحال یو چې خدا بیا د یو انکشاف په یو داسې پروژه کې برخه اخلو چې هغه د وطن دپاره یو حیاتي بخش دی چې هغه د انرژي دی د برېښنا دی. د دې یوه سلسله په څو میاشتې مخکې په بغلان کې افتتاح شوې وه، هغه هم د ریاست الوزرا محترم اقتصادي معاون صاحب او جناب وزیر صاحب د اوبو انرژي افتتاح کړې وه. اوس غنیمت یې بیا دلته په ارغندې کې دا 1500 کیلو ولټ سبستیشن افتتاح کیږي چې د دې ځای څخه به ډېرو نورو ولایاتو ته برق انتقالیږي. او امید یې دا سرکټ دا پراسي او ټول افغانستان د یوه منظم سرکټ په زیر اثره تدبیر سي، چې څو بیا که په یو ځای کې پایه ولرېږي نو بیا برق په بل ځای کې هغه ځای کې پاته رانیسي. او له فتح وروسته تاسو ته به معلومه وي چې زموږ هېوادوالو زموږ او افغانستان له څو لسیزو په مشکلاتو کې درګیر ده، او هغه وسایل چې نن په دنیا کې ورته ضرورت ده او له هغه نه ډېر محرومه یو چې یو له یوغو نه برق ده. موږ کله چې د اوبو انرژي وزارت ته راغلو نو موږ په دواړو بخښو کې، هم د اوبو په بخش کې او هم د انرژي په بخش کې، هغه پروژې تر کار لاندې ونیولې چې هغه ډېرې حیاتي دي او منفعت یې ډېره عام ده، چې یوه هم دغه پروژه چې دانن یې دلته د سبستیشن افتتاح وسوه او دا پروژه موږ تاسو ته لیک تشریح کړو. په مجموع کې دغه پروژه چې له دشت الوانه موږ له انکشي کوو دلته سبستیشن جوړیږي او بیا په کابل کې 15 سټیشنونه نور دي. د دغه مجموعان 133 میلیونه ډالر په مجموع کې مصارفو سرمایه ده، چې دا بیا موږ له یو ډېر معزز او قدرمن شرکت دیعوفی بحرام چې هغه هم زموږ د تاسې افغانان دي او دغسې مینه او اخلاص دی وطن سره لري،
لري نو هغه را مخته سو یو د خپل سرمایه دلته مصرفول غواړي او د دې ګټه به همدا شي موږ ترکمنستان هیواد ته سفر درلود د برېښنا د قرارداد تمدید په هکله باندې موږ د یغولو حکومتو سره له وزیر سره خبره وکړه چې د افغانستان حالات تاسو ته معلوم دي تاسو که موږ ته نور برق راکوئ موږ آماده یو چې تاسو نه برق خرید کړو هغه ځکه چې زموږ همجوار نور هیوادو ښکې چې موږ برق تولیدوو د هغو نه برق اخلو هغه ګران ده نسبتا ترکمنستان ته نو ترکمنستان هیواد له موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو دغه له انکشي وکړئ له دشتې الوان تر جوزجان او بیا له دشتې الوان تر ارغندۍ چوکه پورې او دلته بیا د هغې برېښنا د جذبولو په خاطر باندې دغه اسټېشن افتتاح ده چې تقریبا 8 میلیونه ډالر د دې قیمت ته همدغه چې 15 نور اسټېشنونه دي د یوغون بیل بیل قیمت ته همدغسې له انکشي ده چې له دشتې الوانه تر دغه ځایه پورې را مزې راغځول کېږي تقریبا 14 میلیونه ډالر شاوخوا په هغه باندې مصارف راځي خو دا ټول مجموعان قیمت چې د دې سرمایې او د دې هغه مفاد سره راواخلي 183 میلیونه ډالر نو کله چې دغه پروژه تکمیل شي موږ به 1000 میګاواټه برق له ترکمنستانه کولای شو چې خریداري او 1000 میګاواټه برق په افغانستان لپاره ډېر لوی غنیمت ځکه اوس د افغانستان موږ که خارجي څومره برېښنا اخلو او خپل دلته کوم وسایل بندونه لرو د ټولو مجموعان برېښنا که موږ راواخلو هغه 900 میګاواټه ده چې په دې 900 میګاواټو کې دا 12 ولایتونه تقریبا زیات 13 ولایتونه هم ترې استفاده کوو د کابل په شمول او نور ولایتونه هم دي نو کله کله واقعیت همدا ده چې د خلکو ستونزې به وي پارچاویانې به م وي نو کله که دغه پروژه انشاءالله په 2 کالو کې به دا تکمیلیږي بیا به موږ 1000 میګاواټه برق له ترکمنستانه واخلو چې له هغه سره به انشاءالله زموږ د دې ولایتو پرچاویانې او د کابل ښار بیا خصوصا د فارک صنعتي په شفاخانو کې او د عامو ښاریانو هغه ستونزه به ډېره حل شي. دوستان عزیز در ادامه برنامه هستیم. انجینیر صاحب کنار ما هستند، صحبت هایی می داشته باشیم. سلام علیکم انجینیر صاحب. علیکم السلام، خوب هستین؟ به خیر آمدید. شکر، سلامت زنده باشین. انجینیر صاحب خود معرفی داشته باشین. انجینیر محمد ابراهیمی باتور، هیئت نظارت کننده از پروژه از طرف وزارت آب و انرژی. بسیار عالی. دقیقاً چقدر از کیلووات سبستیشن در اینجا افتتاح امروز خواهد شد؟ این سبستیشن سبستیشنی 500 کیلووات هست و ارغنده مربوط به ولسوالی پغمان ولایت کابل قرار داره و همچنان ظرفیت سبستیشن 1000 میگاوات می باشه. بسیار عالی. به کدام نقاط از شهر کابل برق خواهد داد از طریق این سبستیشن؟ مکمل قسمت های شهر کابل که کمبود برق دارن از طریق این سبستیشن برشان برق رسانی میشه. بسیار. این خود مربوط خود دولت میشه یا به کدام شرکت های شخصی واگذار کردن کارش را؟ کلاینتش وزارت محترم آب و انرژی می باشه و شرکت های خصوصی جی اس پی و شهاب نیرو شرکت های افغانی هست که تطبیق کننده پروژه می باشه. امروز که افتتاحیه این سبستیشن است، دقیقا چقدر مدت در بر خواهد گرفت تا تکمیل شود؟ انشالله شرکت هایی که اینجا تطبیق کننده پروژه هست بسیار بک‌گراند عالی دارند و اکسپرینس بسیار عالی دارند در مورد تطبیق پروژه و ما همچنان هیئت نظارتی وزارت محترم آب و انرژی کوشش میکنیم تا 1 سال دیگه این پروژه به بهره برداری سپرده شود. انشاءالله بخیر. شما شرکت ها گفتین، دقیقا چند شرکت در اینجا کار میکنند؟ شرکت جی اس پی است و شرکتی
شهاب نیرو است که هم با تطبیقش همکار می باشه. یعنی دو شرکت هست؟ بله صاحب، دو کمپانی است. بسیار عالی. و انجینیر ها دقیقا چند انجینیر می باشن؟ فی الحال خو ابتدای آغاز کار هست، ما حدودی 18 نفر انجینیر به این روزها به صاحب مصروفی کار داریم و بعدا پروژه بهتر و بهتر شروع میشه. حدودی ما تا 30-35 انجینیر برای تطبیق این پروژه ضرورت می باشه. ماشاءالله، بسیار عالی. خب پیام داشته باشی برای هموطنهای ما، کمری ما در خدمت شماست. پیام ما به هموطنهایی است که همیشه امیدوار باشند، زحمت کش باشند و همیشه اندیشه مثبت داشته باشند. این وطن آباد میشه و این مردمی که به شهر کابل زندگی میکنند، اگر برقشان پرچوی داره انشالله از این مشکل انشالله حل میشه. انشالله. بسیار زیاد تشکر از اینکه سلامت باشید. با عزت باشید. عزیز های بیننده، امروز آمدم و سوالی پهمان ساحی ارغنده که دقیقا 500 کیلووات سبستیشن در اینجا افتتاح می شد با حضور داشته مقامات امارت اسلامی، ملا برادر عبدالسلام حنفی و دیگر مقامات امارت اسلامی که شما شاید بودین. خود ملا برادر امروز در استواتور بالا شد و این مراسم را افتتاح کرد. خدا کنه مورد دید شما قرار گرفته باشه. من از شما خود تقاضا میکنم بیننده برنامه های وطندار پلاس باشین، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت های زیبا بنویسین، ویدیوهای ما را شیر کنید. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار شما.